جو بایدن امروز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه خودش در آخرین حضورش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس گروه 20 از رهبران کشورهای شرکت کننده خواست تا فشار بر حماس رو برای آتش بس با اسرائیل افزایش بدن. در همین زمینه و در ادامه تلاش‌های بایدن، فرستاده او به خاورمیانه قرار هست فردا سه‌شنبه برای گفتگو در مورد آتش بس بین اسرائیل و حزب الله به لبنان بره. ارتباطی داریم با همکارم فرهاد پولادی از وزارت امور خارجه آمریکا. فرهاد، آقای بایدن در سخنرانی خودش در مورد دو جنگ بزرگی که به نوعی دنیا رو درگیر خودش کرده، یکی در خاورمیانه و دیگری در اوکراین، چی گفت؟ خب علاوه بر دنیا، مالیات دهندگان آمریکایی را کاملا درگیر خودش کرده. یکی جنگ در اوکراین هستش و دیگری جنگ متحد کلیدی آمریکا در خاورمیانه اسرائیل در دو جبهه اصلی، یعنی علیه حماس و حزب الله لبنان. رئیس جمهوری آمریکا این صحبت‌ها را داشتش در اجلاس گروه 20. ایالات متحده قویاً از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند. همه رهبران گرد آمده پشت این میز به نظر من باید هم عقیده باشند. تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین منجر به بدترین بحران غذایی در طول تاریخ شد. در غزه، همانطور که قبلا گفتم، اسرائیل پس از بدترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست حق دفاع از خود را دارد. اما نحوه دفاع از خود، حتی زمانی که حماس در میان غیر نظامیان پنهان شده باشد، بسیار مهم است. ایالات متحده رهبری جهان در کمک‌های بشردوستانه به غزه را بر عهده داشته و ما به فشار برای تسریع توافق آتش‌بسی که امنیت اسرائیل را تضمین کند و گروگان‌ها را به خانه برگرداند و همزمان به رنج مردم فلسطین از جمله کودکان پایان دهد، ادامه خواهیم داد. من از همه رهبران حاضر می‌خواهم که فشار بر حماس را که در حال حاضر این توافق را رد می‌کند افزایش دهند. خب رئیس جمهور آمریکا در دیگر زمینه ها هم صحبت کردش، از جمله فقر در جهان و کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. ولی این صحبت هایی که داشتش عملا هشدار و اخطاری بودش به کسانی که دور اون میز جمع شده بودن، رهبران جهان، که احتمالا دولت آتی آمریکا از تصمیمات جو بایدن در رابطه با اسرائیل و اوکراین ممکنه حمایت نکنه. خب فراد، رسماً تا پایان دولت آقای بایدن چیزی نزدیک 2 ماه مونده. تا از تلاش‌های آقای بایدن بگو برای برقراری آتش‌بس بین حزب الله و اسرائیل و اینکه چه تلاش‌هایی داره می‌کنه دولتش در این 2 ماه باقی مونده. خب کوروش، کسی که قرار بودش از طرف آمریکا بره لبنان، آقای آموس هاکستین هستش که طی ماه‌های گذشته چندین نوبت به لبنان و اسرائیل سفر کرده. تقریبا از یک ساعت پیش خبرهای آمدش که به تعویق افتاده، ولی دوباره خبر دادن که این سفر انجام میشه. شخص کلیدی که قراره در لبنان باشه آقای آموس هاکستین، فرستاده جو بایدن دیدار بکنه، نبیه بری هستش که رئیس پارلمان لبنان هست و رئیس جنبش عمل، که ارتباطات بسیار نزدیک و تنگاتنگ با حزب الله لبنان داره و عملا به عنوان میانجی بین لبنان و آمریکا داره عمل میکنه، که این طرحی که آمریکا به دنبالش هستش برای آتش بس از طریق دیپلماتیک رو اجرا کنه. اون چیزی که پایه و اساس این طرح هستش قطعنامه شورای امنیت مصوب سال 2006 هستش، 1701، که خواستار خروج نیروهای مسلح حزب الله لبنان از جنوب لبنان که مرز شمالی اسرائیل هستش به ساحل شمالی رودخانه لیتانی تقریبا 30 کیلومتر با مرز فاصله داشته باشه و حزب الله لبنان هم خلع سلاح بشه و عملا ارتش لبنان اون منطقه رو در نظر، به قول معروف، زیر نظر داشته باشه و مرز حائل بین اسرائیل و لبنان رو نیروهای سازمان ملل به صورت گشتنی داشته باشن، چون هنوز مرزشون رسما کشیده نشده و این دو کشور عملا روی کاغذ در حال جنگ هستن. حالا آقای هاکستین قراره بره، به تعدیلاتی رو پیشنهاد داده بودن در رابطه با این، دولت لبنان بخشش رو پذیرفته، بخشش رو نپذیرفته. یه چیزی که اسرائیل به دنبال این هستش که بله این انجام بشه، ولی من حق داشته باشم که هر وقتی که احساس کنم که حزب الله لبنان تعرضی داره به خاک من بتونم بدون مؤاخذه بین‌المللی به حزب الله و مواضعش حمله کنم. کوروش، مرسی فرهاد. فرهاد پولادی، خبرنگار صدای آمریکا از وزارت امور خارجه.